وضعیت زندانهای عربستان سعودی به گونه است که هر از چندگاهی صدای اعتراض یکی از سازمانها و مؤسسه های بین المللی شنیده می شود و نسبت به این وضعیت هشدار می دهد. سازمان اندکس جدیدترین سازمان بین المللی حقوق بشری است که حالا معترض و منتقد شده و خواستار بهبود وضعیت در زندانهای عربستان شده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. سازمان اندکس که در زمینه شاخصسازی برای مفاهیم مختلف در کشورهای جهان فعالیت می کند راجع به آزادی بیان در عربستان سعودی معتقد است که این کشور از دادگاه ها به عنوان سلاحی برای یکسان جلوه دادن آزادی بیان با فعالیت های تروریستی استفاده می کند این سازمان همچنین در گزارش اعلام کرد که استفاده ابزاری از دادگاه به منظور مبارزه با آزادی بیان در فضای مجازی باعث شده تا قوه قضایی در این کشور فاسد شده و کارایی خود را از دست بدهد تا جایی که علیه شهروندان این کشور مورد استفاده می شود. این سازمان افزود افراد بسیاری در این کشور به دلیل سازوکارهای مبهم سیستم قضایی و به اتهام فعالیت علیه نظام سعودی محکوم به زندان و حتی اعدام شده اند و این ام باعث شده تا قضاوت درباره آنها از مسیر رعایت حقوق بشر خارج گردد بدین ترتیب میتوان دادگاه های این کشور را به نام دادگاه تروریستی نامید لازم به ذکر است این سخنان در حالی بر زبان مدیرعامل این سازمان روس اسمیت به مناسبت بازداشت خودسرانه سلما شهاب جاری شد که وی تاکید کرد حکم صادر شده علیه دو زن بازداشت شده در زندانهای این کشور باعث شکه شدن جهانیان شده است وی افزود حکم زندان علیه زنان در این کشور نشان دهنده سرکوب شدید و روسافزون آزادی بیان در فضای مجازی توسط حاکمان این کشور است که باعث شده تا چنین پرونده هایی در دادگاه های کیفری تخصصی در این کشور دنبال شوند. رست همچنین خاطر نشان کرد که در دادگاه کیفری تخصصی در سال 2008 در این کشور تأسیس شد که هدف آن رسیدگی و تعقیب افراد مرتبط با عملیات تروریستی و مرتبط با گروه القاعده بود. که پس از اعتراض های سال های 2011 و 2012 که منجر به سلسله فعالیت های بهار عربی گردید باعث شد تا این دادگاه به مسائل مربوط به فعالان سیاسی سلط که تنها نقطه نظری متفاوت با نظرات حاکمان کشور داشتن نیز ورود کند. فاطمه موسوی اخبارشیه